استفاده کنم بیان ارائه بدم یا نه چنین چیزی نگفتم چون حضور ذهن من ندارم. اگر نگفتم که هیچ سراغ درد، اگر گفتم بگیم راجعه چی بوده که اون دوستان بیان ارائه بدم. سکوت علامت اینه که خب من چیزی نگفتم. خب 10 تا مسیر متداولی که سیستمی ما آلوده میشه رو صحبت کردیم، یه گپ و گفت هم داشتیم که این 10 تا چک لیست تو اینترنت سرچ کنیم شاید چک لیست بیشتری هم باشه. راجع به این 10 تا باید فکر کنیم، ما با چه کنترل امنیتی، با چه سیاستایی، با چه رویه روالی، با چه تکنیکی جلوی آلودگی سیستم ها رو از منظر ورود انواع بدافزار بگیریم. تولید توتال مالور ترند و نیو مالور ترند گپ گفت زدیم، گفتیم مالور مالیشیز سافتور مادر همشونه. ما بچه‌هاش رو می‌خوایم برای هر کدوم ورک دادن. خوراجه چی بود؟ اصلا یادم نمیاد. گفتیم راجع به هر کدوم از بچه های ملویر ها صحبت کنیم، مثل جاسوس افزار، تبلیغاتچی، ویروس، ورم، کرم اینترنتی، فرقاشون رو گفتیم. جدولم بعدا سر فرصت مطالعه کنید. حالا توی بریک راجع به کاری که گفتم یکی دوستان بیاد بالا صحبت کنیم. توی بریک جاسوس افزار برنامه کامپیوتری مخرب هدف و تارگت جمعوری اطلاعات. یه نکته فلاشبک بزنیم، گفتیم ویروس تارگت اصلیش تخریبه، ورم کندی سرعت ایمپکت یا تاثیر روی ارتباطات داخل شبکه ای و موضوعاتی از این دست. مرسی آقای مهرابی. جاسوس افزار هدف اصلیش جمعوری اطلاعات و ارسال برای اون منافق مجاهد پسر و ده هکر این طور داره ترک کردن هیستوری که شما توی مرورگرهای مختلف دارین به وبگردی مشغول هستید. یا حتی میشه تعریف کرد که با جاسوس افزار مختلف اسکرین شات از شما بگیره، رکورد بکنه و برای اون هکر بفرسته. هم سخت افزاری وجود هم نرم افزاری. بهش کیلاگر هم میگیم. کیلاگر یعنی ثبت کلیدهای شما. تو درگاه بانکی داخل کشور خارج کشور وقتی میرید کیبورد مجازی میاد، آپشناله. این بعد مندتوری اجباری بشه. چرا کیبورد مجازی میاد؟ اگر خدای نکرده سیستم شما آلوده به یک موبایل افزاری از نوع کیلاگر یا مشابه اون باشه، اگر شما تایپ میکنی رکورد میشه و برای هکر ارسال میشه و ممکنه منجر به ایمپکت روی حساب کاربری شما، اون اکانت شما، پول شما و دزدی اینترنتی صورت بگیره. آقا وقتی با کیبورد مجازی شما میزنین اعدادو، این کیلاگر نمیتونه ثبت بکنه که الان شما چه عددی رو انتخاب کردی. ولی با کیبورد بزنی این موضوع وجود داره و ریسک رو کمتر میکنه. کاش که میشد مثلا این سایت اسنپ یا تو سایت سینما تیکت یا سایت مشابه این کیبورد مجازی اولا رو همه درگاه ها بود، دوم هم که مندتوری بود. اسب تروا فیلمش یادتون میاد دیگه، دو تا قبیله بودن که یکی از دریایی که تو خشکی بود، اونی که از دریا اومد دید دژ قبیله‌ای که تو خشکی قلعه داره خیلی بزرگ و بلند نمیتونه ورود پیدا کنه، یک اسب چوبی ساخت بودن و گذاشت پشت درب قلعه. سربازان رفتن داخل اسب چوبی قایم شدن. بعد چند ساعت نگهبان ها و سربازای دژه که مستحکم بود تو خاک ایجاد کرده بودن در رو باز کردن، یه اصل چوبیه، جیزس کرایز مسیح، عیسی مسیح فرستاده، چیه داستانش، خدا فرستاده. اصل چوبیه میان داخل قلعه، در قلعه رو میبندن، هر کاری میکنن چیز خاص پیدا نمیکنن. یه اصل میرن میخوابن، شب شده، نیمه شب گذشته بود، سربازا از داخل اصل چوبی میان بیرون و قلعه رو تسخیر میکنن. این مشابه یک بدافزاری به نام اسب ترواس. مثلا من قهرود سرچ میکنم فارسی، دانلود ویندوز 7، دانلود آفیس 2016، دانلود فلان، دانلود فلان، این از سایت مختلف داخل خارجی دانلود میکنم. کی میتونه تضمین بده که داخل بک‌گراند کد اگزه NSI اون برنامه‌ای که من دانلود میکنم یک بلور نباشه؟ من آفیس دانلود میکنم نصب میکنم، من که مدعی امنیت هستم تو سیستم نصب شد، از کجا بفهمم این اصل تو رو واسه؟ تکنیک وجود داره، ابزار وجود داره. بله بعد 10 میلیارد بذاری یه لابراتوار داشته باشی، با 100% نمیتونی تضمین بدی که داخل این آفیس یک کد آلوده اینجکت شده، باندل شده. پس راهکار چیه؟
هر چیزی رو از مرجع معتبر و منبع اصلیش دانلود کنیم. بله من ویندوز رو از مایکروسافت دانلود میکنم، ممکنه مایکروسافت هم داخل سیستم عاملش بک دور به عمد گذاشته باشه، اینو دیگه من کاری نمیتونم بکنم. من اینکه من برخوام ویندوز بنویسم، خب یه سری ریسکا رو ما نمیتونیم کار کنیم. مثل آنتی ویروس، کی میدونه من آنتی ویروس کسبی دارم همه چی آپدیته، بد افزار نیست، مخرب نیست، جاسوس افزار نیست، هیچ کی نمیتونه بگه. پس ما توی لولی باید به برنده اعتماد کنیم. این موضوع اگر بحث ملی و حاکمیتی باشه، انگلیس باشیم، چین باشیم، ایران باشیم، کوبا باشیم، روسیه باشیم، بله ما باید سمت محصولات بومی بریم 100%، ولی تالنتامون از دنیا جمع کنیم، این بودجه رو بخور بخور با آقازاده ها ندیم، بدیم بچه های تالنت ایرانی سیستم عامل بنویسن، شدنیه، چیز پیچیده نیست، یه سیستم عامل لینوکس توزیع یافته کاستماایز بنویسن، ایجاد بکنن، یه دونه سرویس ایمیل ملی داشته باشیم، روتر بنویسن، فایروال. ولی با این مسیری که میریم پول به دوروریاشون ریخته میشه و اپروچ درستی نیست و مدیریت سوی مدیریت داریم و موضوعات اینچنینی، حالا ما باید با این محصولات بومی مشکل دار کار کنیم و یه سری سازمان‌های دولتی بسته به سازمانش مجبور از اون روتر ملی، از اون فایروال داخلی استفاده کنه که خب کلی هم چالش وجود داره. ولی رویکرد درستیه از منظر حاکمیتی، فارغ از اینکه حاکمیت ما چه خوبه چه بد، رویکرد درستی تو حوزه فضای سایبری و امنیت برای یک کشور، ولی خب ما موفق این حوزه نیستیم. با نرم افزار هشتینگ چیزی که ما متوجه میشیم اینه که من ویندوز و وی ام ور و او وی اف رو از سایت وی ام ور دانلود میکنم، با هش وی ام ور چک میکنم، مطمئن میشم این همونه که تو سایت وی ام وره، این وسط کدی داخلش اینجکت نشده یا دانلودم کارپ نشده، ولی تضمین نمیکنه اصلا هش رب توی این نداره که بگی آقا داخل این بعد افزار نیست. گفتیم هش چیه؟ یک نوع رمزنگاری. چه الگوهایی داره؟ الگوهای متفاوتی داره، شاوان، شاتو، ام دی 5. من میرم سایت کسبی یه چیز دانلود میکنم، هش گذاشت تو سایت، وقتی دانلودش کردم هش رو چک میکنم با سایت هش کسبی، اگه هش ها سیم از هم بود یعنی این کامل دانلود شده، این وسط کند اینترنت من منجر به کارپشن فایل نشده، این یعنی این وسط کد مخرب اینجکت نشده. ولی به این معنا نیست که این نرم افزار چیزی که من دانلود کردم امنه. هش یعنی یک پارچگی ساعت اطلاعات. دیگه چی گفته شده؟ اگزکتلی لینکس این که رو نخواستم بنویسن ملی. خیلی هم عالی. دیگه اگه که سوال ابهام داره حتما یادداشت کنه تو بریک بپرسه. اصلا تو روات روژان هورس هم که داستانش رو گفتیم از اونجا نامگذاری شده بر مبنای این فیلم سریاله. میگه برنامه کامپیوتری مخربه، معمولا خودش رو مخفی میکنه با تارگت آسیب زدن به ما، خودش رو تکثیر نمیکنه. کارهایی که اصل تروبو انجام میدن نگاه کنید با دقت نظر. میگه بکتور ایجاد میکنه، آقا بکتور خودش اینو ملوره. میگه جاسوس افزاره، میگه آقا اصل تروبو یک کار جاسوسی هم میتونه انجام بده. ما یاد گرفتیم که اسپای با صدا هستش اسپایور جاسوس افزار خودش یک ملوره، میگه تبدیل میشه کامپیوتر به زامبی، میگه میتونه پاک کنه، مودیفای کنه، بلاک کنه، میگه باتنت نکنید دقت نظر. اسب تروبا میتونه صفات یه سری بچه های دیگر داشته باشه، برای همین میگیم امروزه من قهر روی سیستمم بر افزاری میگیرم نمیدونم چیه، چون صفات همدیگر رو دارم، برای همین میگم ملور. اگه اگزکتلی صفت یک ملور داشت میگم ویروسه، رنسانوره، ورم. اگه نداشت میگیم آقا همون مادره ملور. اینا داره نگاه داره تشریح میکنه دیگه آقا چگونه هکرها از این مالیشس فال استفاده میکنن. میگه میتونه بکتور ایجاد کنه برای دسترسی از راه دور، میتونه فایروال رو بایپاس کنه، آنتی ویروس رو بایپاس کنه، میتونه خودش خود استروبا که تو سیستمتون نصب شده بتونه سایر ملورهای دیگر رو از جای دیگه دانلود بکنه هدفمند، میتونه اسکرین شات بگیره، صدا تصویرتون رو ضبط کنه، فیک ترافیک بفرسته. یعنی چی آقا؟ یعنی سیستم شما آلده به اصل تروبا شده، سیستم شما رو به سیستمتون تو بک‌گراند دستور میده که مثلا ریکوست بفرسته به سامانه IRIB.IR. حالا فکر کنید 10,000 تا سیستم آلده به این باشن از یک نوع تروبا، تروبایی که قهرود نوشته، تروبایی که بد افزاره، بیان همزمان سایت سیما رو باز کنن، یه حمله دیداس میشه دیگه، فیک ترافیک چون اطلاعات رو بدوزه و موضوعاتی از این دست. من از اینا میگذرم چون اسلاید کامل مشخصه، صفت تعریفه. ما
یک مروری روش میکنم. کسی سوال داشت همین امروز تو بریک بپرسی آخر کلاس. روت کیت سوال امتحان بین المللی دوره سی اس ای پلاس، دوره سکیوریتی پلاس کامپیا، حتی سی اس اس بی آی سی تو، خطرناک ترین نوع بچه است، خطرناک ترین نوع ملوره. روت کیت تو لایه های پایینی میشینه، 01 میشینه. حالا آنتی ویروس من میتونه پیدا کنه؟ نه، تا بخواد پیدا کنه سیستم کرش میکنه. برای همین خیلی آنتی ویروس ها دیسک نجات دارن، یا کلید واژه مثل دیسک نجات، که من سیستم ویندوز هم تو سیف مود میبرم با اون دیسک نجات اسکن میکنم که بتونه سایر و رفتارهای دیگر رو دیتک کنه. چرا تو سیف مود میره که این کارو بکنم؟ به خاطر اینکه سرویس های کمتری درگیر باشن و بتونه اون دیسک نجات کسبه سیستم هم اسکن کنه. روت کیت خطرناک‌ترین نوع بدافزاره. یه نرم افزار کامپیوتری مخربه یا مجموعه از نرم افزار مخربه، فوجو تکثیر نمی‌کنه. معمولا روت کیت ها اسوشییت هستن، وابستن اصلا با دیگر ملوئر ها. مثلا ویروسی میشیم روت کیت هم میگیریم، ور میشیم روت کیت هم میگیریم، از تروبا میاد روت کیت هم میگیریم. معمولا مستقل نیست، تو لایه‌های پایینی سیستم عامل میشینه. برای همین شناختش به وسیله ایجنت آنتی ویروس و سایر ابزار امنیتی سخت مشکل. معمولا خودش رو اکتیو میکنه تو سیستم بوت اپ، یعنی سیستم رو ریسیت کنی باز اون هست. و روت کیت ها معمولا چی هست؟ خطرناک ترین نوع ملور. بک دور، در پشتی، یک نوع بدافزار نصب میشه. ما پسورد رو عوض کنیم، هکر دسترسیش داره. سیستم رو ریسیت کنیم، پسورد سیستم رو ریسیت کنیم، بک دور دسترسیشو به سیستم ما داره. فایروال نصب کنیم و این پشت فایروال فورت، باز بکدوره وجود داره، مگر اینکه مطمئن باشیم تانلش تو چه ترافیکیه، چه پروتکلیه، بتونیم فایروال ببندیم یا کلا سیستم رو عوض کنیم و یه موضوعات از این دست. می دسترسی میگیره کامپیوتر به وسیله بایپاس کردن کنترل امنیتی ما. بکدورها ممکنه برنامه‌ای باشن که یه قسمتی از برنامه باشن که هیدنه، ممکنه برنامه کامپیوتری جدا باشه، مستقل باشه، ممکنه فیچر سخت افزاری باشه. سیسکو ما روتر میفروشه چیپستی داخل روتر گذاشته که به عنوان بکدور سخت افزاریه. حالا فاجعه رو نگاه کنیم، توی گوگل سرچ کنید لطفاً بکدور جونیپر 2015، فورتینت بکدور 2016، سیسکو بکدور 2016. ببین اخبار رو بخونید. حالا کاری ندارم اسکولر و از این افای این کمپانیا چی گفتن، ولی من جونیپر خریدم، کانفیگش کردم، خود کمپانی جونیپر در تست سرور جونیپر اینا که یوزر پسورد روت منو داره. خب فاجعه است دیگه. تا ما زمانی که کشور ما یه سری کشور دیگه محکومیم که شاید جهان پنجمی دهمی باشیم و صرفا استفاده کننده باشیم، بقیه سو استفاده میکنن. قدرت دیگه، من قهرودم یه برند فایروال داشته باشم تو دنیا پرفروش باشه، چرا این کار نکنم؟ مثلا سازمان های اطلاعاتی تو دنیا من آفر جالب میدن، آفر مالی سنگین میدن که آقا این داری میفروشی این چیپست رو بذار این بکتر رو داشته باش که ما بدونیم ببینیم ترافیک مثلا وزارت دفاع امارات که داره از جونیپر استفاده میکنه چیه، شرکش رو ببینیم. چه زمانی میتونیم ریسک رو کم کنیم؟ فراد کلاهبرداری نباشه، فساد مالی نباشه، تیمای تالنت تو ایران جمع کنیم، مثلا بچه‌ای که رفتنی دارن میرن، بودجه مناسب بذاریم، محصول تولید کنیم. نمیشه؟ چرا میشه؟ نمیشه رو سوسن خدا بیا مفهمه، ولی سوی مدیریت نمیذاره. پس ببینید امنیت یک کلید واژه نسبی است که ما با مدیریت ریسک فقط برخورداری میکنیم یا مدیریت میکنیم حوزه امنیت رو. این ریسک همیشه هست. یه سال توی پروژه آقا بیکار بودیم، همه چی روتین بود، کاری نداشتیم بکنیم دیگه. چقدر بخونم برم امتحان مدرک برن علی بگیرم؟ نشستیم کسب رو بررسی کردیم، اه تا یه روز یه حجم عجیب غریبی، حالا یادم نمیاد، مثلا روزی یکی آپلود داره. بابا آنتی ویروس باید دانلود داشته باشه، چرا باید آپلود داشته باشه؟ کسبت چی هست؟ سیستم من جمع‌آوری می‌کرد اون سازمان حیاتی میفرسته واسه کسبت چی؟ کی میدونه؟ اطلاعات ترافیکه، من چیکار کنم؟ اعتماد دارم. ولی یه گیگ، خب این غیر قابل تصوره، طبیعی نیست، بخواد به یک کرش داره جهت بهبوده، یه چیزی داره میبره. حالا اینکه پورت اسکن میکنه، آسیب پذیری رو اسکن میکنه میبره، الله اعلم. کسب رو بردیم از ادا خارج کردیم، ولی خیلی وندور دیگه هم اینجوریه، کی میره سیستم چک بکنه؟ اصلا کی میتونه ددیکیت بگه اون ترافیک کسر داره میفرسه چیه؟ کی میتونه لوله پلیکا رمزگارش رو باز کنه بگه آقا این ترافیک شامل این اطلاعاته؟ پس این ریسکا وجود داره. باتنت، سیستم های وزارت کشور 15,000 تا کامپیوتر آلوده میشن به یک بچه از ملوه به نام باتنت، که این بچه کارش چیه؟ این 15,000 تا 10,000 تا سیستم که آلوده شدن به بات، یه شبکه از بات ها رو ایجاد میکنه، میشه بات نت.
اسم دیگه بات نت یا بات زامبی یا زامبی نت تو مقالات. سیستم 300,000 کشور دچار بات میشه یا بات میگیره یا زامبی میگیره دچار زامبی میشه، سلسله مراتبی دومینو وار بقیه سیستم که اطلاع دار کانکشن باش دارن آلوده میشن، چه شبکه از بات ها، شبکه از زامبی ها. هدفش چیه؟ تو دارک وار مارکت دارک وب یا مارکت های حتی غیر دارک وب، از قهرود با آی دی ناشناس میاد میگه آقا من 15,000 تا بات دارم تو ایران، 300,000 تا بات دارم تو چین میفروشم. به درد کیا میخوره؟ به درد سازمان هایی میخوره که رقیب زیاد دارن. مثلا بانک سامان با بانک تجارت رقیبه، برای مثال اسم میبریم، مثاله، پس فردا حواشی ایجاد نشه. مدیر امنیت بانک سامان قهروده، میره از دارک وب در 50,000 تا بات میخره، چیکار میکنه؟ سامانه بانکداری اون بانک رقیب میبره زیر سوال. پس اینم باز فراده، باز آفنسیوه، باز غیر اتیکاله، غیر اخلاقیه، ولی بات خرید فروش میشه. من بیکار نیستم سیستم های دیجیکالا اون همه کلنشو دوسر بات کنم بعد بگم دوسر بات شدم، چون بات که نمیخواد جاسوس افزار باشه. من سیستم ها رو دوچار یک بد افزاری نه بات میکنم، بات ایکس، بات حسنگولی، زامبی ایکس، زامبی حسنگولی، اسم دیگه بات زامبیه، مجموعه از بات ها میشه بات نت، اسم دیگه بات زامبیه، مجموعه از زامبی ها میشه زامبی نت. عرضم به حضورتون اینم خرید و فروش میشه در جهت حملات دیداس، در جهت ارسال اسپم و هم موضوعاتی از این دست. بله دقیقا. پس خیلی خوبه ترافیک شبکه کامپیوتری مخصوصا تو تانل دی ان اس رصد بشه. یکی از تکنیک‌های شکایت تهدیدات رصد تانل دی ان اس سازمانه. ببین چه خبره، چه خبره. آنتی ویروست بر افزارا پیدا نمی‌کنه، ولی ترافیکی که داره ارسال میشه رو ببین چقدر غیر اتیکاله، چقدر ترافیک اب نورماله، چقدر ترافیک مشکوکه. یکی از سرویس های کلیدی که اس او سی سرت یا بچه های شکار تهدیدات یا هر کلیواژه فارنزیک باید روش بخوابه، فقط بررسی کنه. خیلی سرویس مهمیه تو حوزه شکار تهدیدات، سرویس دی ان اس سالش مایکروسافت یا لینوکسی. شبکه کامپیوتری رضاعت کشور که آلوده شد، وقتی وصل بشن به اینترنت کامپیوترها، سربازه به سرور من میگه های هیتلر، ستانه نظامی میبینه میگه های هیتلر من آمادم، من قهرود وصلم به سرور، از اون سرور دارم اینا رو مدیریت میکنم، هر کامندی بدم اینا اجرا میکنم. به سرور قهرود میگن کامند کنترلر یا سی 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 ان سی. این من به واسطه این سرور تمام بات هایی که تو دنیا پخش کردم، انتشار دادم و سیستم رو آلوده کردم مدیریت میکنم. به همشون میگم خاموش بشین، بخوابین، بلند شید، همزمان سایت دیجیکالا رو باز کنید، برو درایو سی رو فرمت کن، همه کار میتونه بکنه. ولی بیشتر اپروت چیه؟ حملات دیداس. مثلا فاجعه انگیزه تعداد گوشی های اندرویدی ما تو قسمت اعظمشون باته. یعنی حمله سایبری اراده کنن، مثلا مثاله عددش رو نمیدونم، 10 میلیون تلفن همراه تو کشور که مثلا رایتل و همراه اول و ایرانسل داره، گوشی هاشون آله باته، همشون هم اینترنت دارن دیگه، همه رو خطشون بالاخره با بحث غیر بحث، بحث کوچیک، بحث بزرگ، حجم، یه اینترنتی رو خطشون هست، بس میشن به اینترنت، اونم باته از سمت گوشیه به سرور من دیگه، من آمادم و من الان برخطم، امر بفرما، دستور بده. آقا میگم همزمان برو سایت آیرایبی رو باز کنید، از آی پی ایرانی هم اصلا دیگه سایت میخوابه. این تفکر که آقا تو حمله سایبری تو سازمان دولتی بیایم ایران اکسس کنیم آپولو هوا کردیم، اشتباهه. بله خوبه، سطح ریسک رو کم میکنه، ولی حمله داریم یه سازمان دولتی رو فایروالش ایران اکسس کرده، یعنی گفته آقا به غیر از آی پی ایرانی کسی نتونه ترافیک بیاره. حالا اگر ترافیکر ما مجاز دونستیم و اکان داشت بیاد تو، اگر نه اصلا فایروال ما پردازش نکنه، بهش میگن ایران اکسس، فکر میکنیم آپولو هوا کردیم. آقا اونی که بخواد حمله کنه میاد آفای خوزستان میزنه، از سرور آفای خوزستان میزنه به اون سازمان مهم. آفای خوزستان هم تو کشور ماست دیگه، آی پیش هم ایرانیه. پس ایران اکسس هم آپولو هوا نکردیم. دوستانی که تو سازمان دولتی هستن حتما این کلاس میشینن، خوب انجام بدیم، ولی آپولو هوا نکردیم. حالا رو آی اس این کارو میکنیم، رو فایروال این کارو، رو هر جایی که این کارو میکنی خوبه، یه کنترل کوچولو محسوب میشه، ولی فکر کنیم پس ما نمیخوریم دیگه، شوخیه. جیو آی پی احسن حسین جان، فایروال مخالف، یو تی ام مخالف، سو فسفورتی داره.
اکتیویرانسل. رنسانور نسل بدافزاری که فاجعه است، فاجعه. نسل اولش میومد درایو سی قهرود قفل میکرد، درایو سی قهرود قفل میکرد، میومد درایو چهارم قهرود پارتیشن دیش رو قفل میکرد، قهرود میخواست داخل پارتیشن نمیتونست بره، بعد ویندوز عوض میکرد، پس چیزی از دست نده. بعد هکرها گفتن چرا این کار کنیم، قفل کنیم، شوخی تورانی بکنیم، شوخی سرسانی بکنیم، شوخی مثلا خارجی بکنیم، آقا این پول در بیارین، به جای قفل کردن رمز کردن. سیستم من سرورم آلی به رنسانور میشه، اطلاعات رو رمز میکنه، 24 ساعت اول میگه مثلا اینقدر بیت کوین بده معادل 700 دلار، 24 ساعت بعد میگه بکنش 900 دلار، 24 ساعت بعد میکنه 2000 دلار. نکردی اون رمزنگاری پاک، اتهای اصلی هم پاک. حالا من بکاپ نشته باشم هیچ دستم به جو من نیست. اکثر سازمانام که سیستم بکاپشون فشله. بکاپ از اون شب واجب تره، بکاپ باید تست بکنیم. بکاپ باید سیاست داشته باشیم، رویه داشته باشیم، ابزار مناسب داشته باشیم، حتی کرکی، حتی اوپن سورس، حتی کامرشیال. حملات سایبری سازمانی یافته که بچه بازی که نیست، تارگت میکنن ما رو. 15 ماه بعد افزار رو سرور مالی منه، حالا 15 ماه بکاپ بگیرم، رنسانورشو میزنه، من میگم بابا بکاپ دارم دیگه، هر ماه میرم برگردونم میگه فیل میشه. چرا؟ چون من اطلاعات داخل دیتابیس بوده، بکاپ میگرفتم تست میکردم، تا 15 ماه اطلاعاتم رفت. بکاپ پس بکاپ یه بکاپ ساده نیست. هر کنترل امنیتی آنتی ویروس راجعش صحبت کردیم با هم، بخری نصب کنیم نیست. طراحی میخواد، سیاست گذاری میخواد، پالیسی میخواد. فایروال بخریم آقای کانفیگور بشور کنیم نیست. با وی پی اس چاره؟ با وی پی اس این کار کنیم مهندس، رد پا بمونه. میانه سرور دیگه ای که از بیرون اکسس داره چیکار میکنه؟ اکسس میگیرم از سرور داخلی میگیرم، باید تیر دو سازمانو تحت تاثیر قرار میداد. وی پی اس دیگه نیاز نداره. این شبکه ملی اطلاعات که امروز داره باب شده بعد 10 سال 15 سال چیز بدی نیست، اگر حاکمیت نخواد روی ترافیک های شبکه مدیریت انجام بده، مدیریت که مد نظرش. هر روز خبرنگار تماس میگیره که آقا شبکه ملی اطلاعات اینجوریه. شبکه ملی اطلاعات کار خوبیه، به عنوان یه آدم وطن پرست، مذهبی هم نیستم، خیلی خوبه. هزینه اینترنت کم بشه، سرعتمون به منابع داخلی بیشتر بشه، روزی هم حمله سایبری از بیرون بود، لره اینترنت ترافیک رو قطع کنیم، کل روتین داخل شبکه بچرخه، همه با هم چت کنیم. ولی زیر ساخت میخواد. اگه این کارو کنیم دیگه گوگل نداریم. ما میتونیم گوگل باشیم؟ نه. یک 100 میلیونی گوگل هم سرویس نمیتونیم بیاریم بالا. ما برنامه چت داریم؟ نه. خب این زیر ساخت مهیا نیست، پس ریسک داره. اینجوری تو هر شلوغی و اینکه قیمت مرغ و تخم رفت بالا، مردم نارضایتی داشته باشن میخوان قطع کنن، که خب میشه سوء مدیریت. این چالش شبکه ملیه، مگر نه شبکه ملی اطلاعات چیز به شدت خوبیه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه از همه نظر. برای من قهرودی که فقط اندیوزرم، برای شما که حوزه امنیت هستین، برای سازمان ها، برای همه، برای هممون. ولی شفافیت، مدیریت مناسب، سوء استفاده نکردن، رصد نکردن ترافیک مردم و موضوعاتی از این دست. خب رنسانورم میگه دو نسل اول میومد محدودیت ایجاد میکرد دسترسی فایل و فولدرها، بعد اومد رمزنگاری کرد پول در آورد. مارکت خیلی ملیشه دیگه ها، ملیشه زنی بدافزار مخرب، مارکت خیلی مخربیه. همین مارکت ملیشه دلیشه زم هست، جذاب، خوشمزه است، پول در میارن. بالاخره هزار نفر آدم یه نفر پول زیادی تو جیبش هست، میاد این باج پرداخت میکنه. باج دادن فاجعه است. وقتی ما باج میدهیم، این کالچر و فرهنگ رو برای اینترودرها ایجاد میکنیم که آقا بازم بزنید، از این بعد برین فبلت بچهای کوچولو 13 ساله هم بزنید، برای اون پیرمردان هم بزنید. سازمان بالاخره یه درصدی دارن باج میدن، فرهنگ رو ایجاد کردن. سرویس اومده بهش میگیم سرویس از رنسانور، کاری نداره. قهرود مجاهد منافقه توی سازمانه، حال نمیکنه سازمان، میاد تو سایت ثبت نام میکنه، بهش بدافزار رو میدن، میگن آقا ما از سطح مسلمون مسلمون ترین حساب سایت کاکا برادر، برو سیستم آلده کن، اون آلده شد باج داد و از اون آیدی تو پنل وبسایت ما اتوماتیک پول بیتشو سهمتو 60% 40% میزنی به والتت. بیزینسه، بیزینس. شما دیگه چی میخوای این کارو بکنی؟ پس تو کشوری که فساد زیاد باشه، ناعدالتی زیاد باشه،
یک سایتی میشه رنسامور ای سرویس، هممون ناراضی باشیم بریم بخریم سازمان رو آله کنیم، بالاخره یه درصد این سازمان پرداخت میکنن دیگه، کی میتونه اینو مدیریت کنه؟ فاجعه است. با یه تیم صرفا شوخی دسترسی به یه وبسایت هندی که این کارو میکرد گرفتیم، دیدیم بابا چقدر ایرانی ثبت نام کردن، حداقل آیدیا که ایرانی بیس بود، کی میخواد با اینا مقابله کنه؟ خب بریم سراغ SEO2، انواع حملات. تو این انواع حملات چند تا حمله رو من توضیح نمیدم، یکی مخاطب، یکی از لیست مخاطبین 37 نفر عزیز بگه من درسه بر آرنده میکنم، میام توضیح میدم، بعد رو توضیحش گوش میدم، اگه نیاز به اصلاح داشت اصلاح میکنه. این کار برای چی انجام میدیم؟ تنبل نباش. این کار برای چی انجام میدیم؟ که دست به آرندی کنیم. این کار برای چی انجام میدیم؟ یاد بگیریم خیلی چیزا رو با مطالعه میتونیم متوجه بشیم. شاید سایت اول وبلاگ اول نفهمیم، ولی وقتی که وقت بذاریم سرچ بکنیم متوجه میشیم. آخه دوزه هم نیاد. آخه ریسک چیست؟ نمیدونم چیست. برو سرچ کن ریسک منیجمنت چیه. 2 ساعت وقت بذار. 3 تا ماژول داره. ریسک اسسمنت داره، اوالویت داره. پیچیده نیست. کانفیگ فایروال بلد نیست. برو بخون سرچ کن. آقا من اکتیو بلد نیستم، نفهمیدم. 5 سال پیش اکتیو رفتم کلاس مؤسسه ایکس. آقا سرچ کن استپ بای استپ نصب اکتیویتی مایکروسافت روی ویندوز 2016. 1000 تا سایت و مقاله میاد. پس تنبل نباشین. من خیلی تو لینکدین و توییتر سوال میپرسن، واقعا من جوابشون نمیدم. با استراحت کلام میگم آقا مثلا آبتالایی بخور، آوانا رو بخور، برو سرچ بکن مرد مؤمن. آخه چه سوالیه؟ مگه من اینجا نشستم هر سوالی شما رو جواب بدم؟ بله من مسئولیت اجتماعی دارم، میتونم کمک کنم، ولی وقتی کسی به خودش تکون نمیده یه سرچ سایت گوگل بکنه برای چی جوابشو بده؟ اصلا جواب دادن من باعث میشه ایشون تنبل بار بیاد، باعث میشه الگو غلط ایجاد بشه. آدم سوالی رو جواب میده که آقا طرف سرچ هم کرده نرسیده، اشراف نداره، گنگه براش. من اینکه آقا منابع برای دوره‌های مالور چیه؟ خب سرچ کن، 1000 تا سایت داریم. من غلطی مگه میخوام بگم؟ من متاسفانه با این آدما به شدت مشکل دارم. قسمت اعظمشون هم وایس بهش جواب میدم، بهشون میگم مورینگا رو بکن، الان فاک میکنن، یه دلشون برمیخوره لک میکنن. والا من دارم کار درست میکنم. نباید تنبل باشیم هر چیزی رو بپرسیم. یه سرچ ساده بابا گوگل خدا پدرشو بیا مرده، اینترنت به جای اینکه بچرخیم 4 تا کلید پلنگ و جفنگ ببینیم استفاده بهینه بکنیم. آقای بیل گیتس 2 تا حسرت داشت توی سالی 2007 بود 9 بود تو اینترویو مصاحبه چی گفت؟ حالا یک کدوم اول با کدوم دوم باز یادم نمیاد. حسرت اولش شاید این بود که چرا اپل رو آیفون رو اون ایجاد نکرد نساخت، حسرتش بود. یکی از حسرتاش هم این بود که چرا دیر از تکنولوژی اینترنت استفاده کرد و سواره شد. شما ببینید یه آدم تو خونه نشسته محتوا تولید میکنه، آقای محسن ایزی، من کاری به کیفیت کار رو چی درست میکنه ندارم، ما این بالای 200 میلیون درآمد داره، خب داره استفاده بهینه میکنه دیگه، اورده داری برو این کارو بکن. حالا نمیخوای این کارو کنی، میخوای کار تخصصی یاد بگیری حتی با درآمد خیلی کمتر، اوکی این همه منبع بشین بخون. خب بریم سراغ انواع حملات. حمله MITM، 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 حمله مرد میانی. 3 تا کار تو حمله مرد میانی میخوایم بکنیم. آقا چجوری این کارو میکنیم؟ با چه ابزاری؟ تو دوره 40 ساعته دوم، 40 ساعته بعدی. وقتی من میام خودم رو میندازم بین یه سرور و کلاینت، خودم رو میندازم به یه ترافیکی، آقا این نود قانونی لپتاپ مدیر عامله، اعتماد میگه با سرور، اتکر میاد بین این دو ترافیک میشینه، مرد میانی میشه، حمله MITM با ابزار مخالف و تکنیک مخالف میتونی حمله رو انجام بدی. حالا چجوری امنش میکنیم؟ بعد از اینکه دوره سی اس گفتیم با این ابزار این کارو میکنی، اینم تکنیکایی که میتونیم در جهت کاهش یا حذف این حمله انجام بدیم. من میتونم اسنیف کنم، استراق سم کنم، یعنی تو شبکه گوشم بذارم رو سیمه، گوشم بذارم رو سیگنال وایرلس ببینم چی میره چی میاد. اگه چی میره چی میاد رم نشده باشه که همه تو جی من دم هم گرد، با یه اسنیف ترافیک رم نشده همه شو دارم. اگر ترافیک رم شده بود سعی میکنم دیکود کنم. ما تو حمله پی جی پی بعد رمزنگاری، ما تو حمله اسنیف، حمله مردمیانی، تکنیک اسنیف انجام میدیم، فضولی میخوایم بکنیم.
اگر ترافیک رمز نشده بود به راحتی همه اطلاعات تو جیبمه. خب یه پکته ندارم تغییرش بدم. اسپوف به معنی جعل، اینجا به معنی تغییر پکت. میگم میخوام تغییر بدم محتوایی که تو این ترافیک بین کلاینت و سرور داره رد دادن میشه. آقا استاپ ترافیک، آقا ترافیک بین کلاینت و سرور چیکار میکنم؟ دراپ میکنم. این سه تا کاریه که من تو حمله امایتی مرد میانی میتونم انجام بدم. با چه ابزاری؟ چه جوری؟ تو دوره سی اچ. تو دوره سی اچ اینو بخوام تو چهار تا ترافیک چهار تا کار انجام بدیم. حالا اینکه خیلی محرمانه نیست، ولی چهار تا وبسایت تو اسکول اینجکشن زده بشه کپچر نمیشه. لطفا شما هم کپچر نکنید. تحت اینو تحت هیچ عنوان ممنون میشم. تو دوره سی اچ می‌خوایم کار پرکتیکال بکنیم. چهار تا سایت داخلی و نه حاکمیتی رو ارزیابی کنیم. ولی کپچر کنید هم برای شما در اثر هم برای ما. بعد دیگه ما نمیتونیم این مدرسه امنیت رو برای آدمای دیگه ببریم جلو. پس حواستون باشه تو کلاس سی اچ تاخیر نشه باشه، غیبت نشه باشه برای اون سر فصلا. چون ایشون رکورد نمیکنه، منم اجازه نمیدم تو سامان رکورد بشه، شما هم رکورد نکنید بر مبنای اعتمادی که به همتون دارم. حمله داستی داست دینای آف سرویس یا دیستریبیوتد دینای آف سرویس، حمله توزیع یافته. آقا عزیز قهرود یه سرور داغون قدیمی داره ایورگ وزارت نفته، شاید 10 سال پیش با دستور پینگ، حالا با کامند داش ال حجم پکت زیادی ارسال میکردم سمت اون، با یک کامپیوتر میخوابید. حمله داست بود، یعنی از یک نود ترافیک زیاد ارسال کردن به یه سرویس خوابید. امروزه دیگه واقعا انقدر سخت افزارا توسعه یافت و نرم افزارا بهینه شدن دیگه با حمله داست کمتر پیش میاد یا به ندرته که بخوایم سرویسی بخوابونیم، مگر اینکه ترافیک جنریتور اپلاینس نرم افزار سخت افزاری داشته باشین جهت استرسس. بله با حمله داست میخوابه. تو جاهای درست درمون که بخوان یه سرویس خاصی ارائه بدن میام تست استرس میکنیم، حجم زیاد ترافیک جنریت میکنیم. ابزار هست، شرکت خارجی هستن، به ازای انقدر گیگ مثلا 100 دلار میگیره ترافیک جنریت افکت جنریت میکنه، ولی شما باید احراز کنی که بیزنس واسه خودت هست، در واقع اون شرکت شکایت نکنن که شما حمله کردی به شرکت ما. استرس تست تکنیک دیگه. دیداس دیستریبیوت توزیع یافته، همون حمله ای که من میکنم شبکه کامپیوتری شما رو آلوده میکنم به بات، میشه بات نت، از اون بات نت چیکار میکنم؟ ترافیک دیداس جنریت میکنم به وسیله سروری که توی کشور دارم و بهش میگن کامند کنترلر. کلاینت سازمان شما که آلوده شدن به بات وصل میشن به سرور من، منم وصل میشم به سرورم، دستور میدم که همزمان سایت وزارت امور خارجه رو باز کنم، وزارت امور خارجه امریکا. ری پلی اتک، پلی بازی، موزیک های گوش کنی پلی میکنی. ری پلی یعنی پاس شده دوباره میخوای چیکار کنی؟ باز پلی بکنی. میگه اتکر کپی میکنی یه استریمی از مسیج بین دو تا شخصی که دارن با هم گپ و گفت میزنن، بین دو تا نوت، بین دو تا کلاین، بین دو تا آدم تو شبکه کامپیوتری، و ریپلای میکنه استریم رو به یک یکی از بیشتر به یک یا چند تا از اون آدما، نودها، سرورها. الان حمله ریپلی اتک چه فرقی با ام‌آی‌تی میکنه؟ هم که یکی اومده اون وسط نشسته داره یه کاری میکنه دیگه، چه فرقی میکنه دوستان؟ فرق حمله ام‌آی‌تی با حمله ریپلی اتک، میگه برای دوری از حمله ریپلی اتک ما چند تا کار میتونیم انجام بدیم. سشن توکن بذاریم، به ازای هر سشنی که جنریت میشه توکن بذاریم. وان تایم پسورد، آقا تو اینترنت بانک میریم رمزو میزنیم با اتنتیکیتور اس ام اس نظر بانک میگه 30 ثانیه این رمزه یه بار مثلا میتونه استفاده کنه، بعد 30 ثانیه اکسپایر میشه که بتونیم جلوی اینو بگیریم که هر کسی ترافیکو گرفت یه کپچر کرد خواست به جای اون فراخونی بکنه رمز یه بار مصرف که نداره دیگه، چون چیکار کردیم ما این رمزو علی مسیر دیگه به نود فرستادیم. توکن گذاری بر سشن همینطور، سشن اکسپایر میشه. تایم استمپینگ هم همینطور، تایم میذاریم، مدت زمان میذاریم. الان این حمله با حمله ام‌آی‌تی هم چه فرقی میکنه دوستان؟ یکی بیاد بالا صحبت، اگه میدونی بیاد بالا صحبت کنه.
نه الزامن حمله، الان حمله امایتی هم با ریپلی اتک چه فرقی میکنه؟ وایس داری دا وایس دارید همتون وایس دارید و میتونید صحبت بکنید. من یه سوالی که مثلا این به درد نمیخوره، تعداد قربانی ها نه هر دو سمت نکنید. حمله ریپلای اتک یعنی این گروه بندی خیلی مهم نیست، یک حمله لو لولیولی از MIT همه. همزمان نیست. بله آقای آرمین جان مرسی. فرق حمله ریپلای اتک که الان میخواییم دارجه صحبت کنیم با حمله MIT هم که تشریح کردم چیه؟ این در واقع یه حمله زیر مجموعه حمله MITM یا یک حمله سطح پایین لو لولی از حمله MITM. فرق اصلیشون چیه؟ آقا راحت بریم سایت ویکیشو باز کنید. با سلام و خسته نباشید، سلام روز بخیر. من از چیزی که من برداشت کردم از نیگو پلیز موبایل این دقیقه حدودا مثل همونه میانه مرد میانه میباشه میاد وسط تکه و حالا یه کاربر دیگه این وسط دوتا کاربر قرار میگیره، اطلاعات رو میگیره، حالا چیزی که مفید از پوش برمیده و همون دوباره رسان میکنه واسه حالا قربانی ها فرق نمیکنه، اطلاعات رو عوض نمیکنه، فقط استفیل میکنه عوض میکنه، فقط ارسال میکنه تشخیص میکنه، فقط اطلاعاتی که حالا مفیده واسه خودش رو برمیده باز رو همون اطلاعات میده به بقیه. مرسی. خب دوستان دیگه چه نظری دارن؟ صدا قد شد مهندسان صدا نرشن میگم مرسی از مشارکتتون. دوستان دیگه هم اگر نظری دارن بدن. من فکر میکنم که من این میدل دیتا رو جمع آوری میکنه میشینم بین ارسال ارتباطات دو نفر دیتاشون رو اسنیف میکنم جمع آوری میکنم، اما ریپلی اتک مثلا فرض برمیدیم که اون نفر نفر A پسورد فرستاده به نفر B، من پسوردش رو اسنیف میکنم و من ارسال کننده میشم، یعنی چیزی رو سیو نمیکنم، بر نمیدارم، همون لحظه ریپلای میکنم. یعنی شما پسورد طرف رو ندارید درسته؟ ندارم دقیقا. مرسی. اکو میکنم در واقع بعد. مرسی. دوستان جسد گلوخته همه درست گفتن، حمله ریپلی اتک، ریپلی حمله باز فراخانی، حمله باز پخش چیکار میکنه؟ چه فرقی با MITM داره؟ گفتیم توی نگاه ساده این یک نوع حمله لو لولی از MITM. MITM اسنیف میکرد، اسپوف میکرد، وقفه انجام میده. تو این حمله میتونیم
این کار رو انجام بدیم. ولی اگر بخوایم منحصرا راجع به حمله اتک ریپلی اتک صحبت کنیم، میاد ترافیک رو اسنیف میکنه. مثال ساده، من قهرود یوزرنیم پسورد میذارم، لاگین میکنم سایت ایکس، ترافیک من داره اسنیف میکنه، من که ارتباطم کامپیوترم میبندم خاموش میکنم، اون سیشن من که اسنیف کرده رو دوباره چکار میکنه؟ فراخونی میکنه، دوباره اون ترافیک رو میفرسته و به راحتی میتونه اراز هویت منو بدزده و لاگین بکنه. خیلی دغدغه این که ترافیک رو اسنیف بکنه، رمزشو بشکنیم، تغییر بدیم و نداره، در حالی که خیلی کارا میشه کرد. برای همین درگیر تعاریف این حملات نباشیم، تو دوره سیش کار با کانسپت ابزار یاد بگیریم. اینا یک تعریف ساده است. آقا حمله ریپلای اتک چه کاری انجام میده؟ سیشن رو به اصطلاح اسنیف میکنه، قهرود ارتباطش با سایت قطع کرد، اون سیشن رو به جای قهرود فراخونی میکنه. حالا اگر کنترل امنیتی درست و مناسب و اصولی و حداقلی وجود نداشته باشه، به راحتی هکر میتونه به جای قهرود لاگین بکنه. پسورد قهرود هم نداره. حالا میخواد دو دقیقه بعد، میخواد 3 ثانیه بعد، میخواد 3 ساعت بعد از اینکه من ارتباطم رو انجام دادم، کارم تموم شد، بخواد اینو فراخونی کنه، متفاوت. حالا اگر سیشنه تایم داشته باشه دیگه فراخونی فیل میشه. اگر سیشنه فراخونی بشه بهش میگه رمز یه مصرفو بده، رمز نره در رفت دیگه. چرا رمز نره؟ چون به گوشی ارسال شده، براش ایمیل شده. حتی این حمله رو به راحتی میگیریم. حمله خفیف لو لولی از MITM. دوستان اگر ابهام داشتین دو برگ بپرسید، حتما نکته اول سرچ کنید، خدا شاهد سرچ کنید بهتر از توضیح من. تو ذهن میشینه. من اکثر دوره هام رو خودم خوندم، اکثر دوره هام رو خودم خوندم، اذیت شدم، ولی خوب تو ذهنم نشست، برای همین سوار کانسپت شدم. من رفتم سراغ کار با ابزار. اسپوفینگ اتک، گفتیم تو حمله MITM به معنای جعله، ولی ترافیک رو تغییر نمیده. گفتیم تو حمله MITM اسپوف به معنای جعله، جعلی که ترافیک رو تغییر نمیده، ولی این پتانسیل وجود داره. ما داریم تو حمله مردمیانی اسنیف کردیم، پکیج تغییر نمیده، داریم شروع میکنیم. حالا اگر ترافیک کلیر تکست باشه میبینیم، اگر نه میتونیم رمزنگاری درش بیاریم، اگر رمزنگاری ضعیف باشه. میگه اسپوف میکنیم، میگه ترافیک رو تغییر میدیم، ادیت میکنیم به حمله نیازی که داریم، وقفه ایجاد میشه. اسپوف تو حمله مردمیانی معنی جل، ولی اشاره دادیم به تغییر پکیج. اسپوف، خود حمله اسپوفینگ به معنای تغییر پکیج نیست، به معنای جعله. یک مثال ساده ساده ساده، رو فایروال کانفیگ کردیم که آقا از این رنج ادمین میتونه با یوزرنیم پسوردش مدیریت فایروال انجام میده. حالا من قهرود آی پی مو عوض کنم، مک آدرسمو جعل کنم، خب دور خورد دیگه. مثال ساده از حمله اسپوفینگ. چه مثال دیگه میتونه بزنیم؟ اسپوف آی پی آدرس داریم. میگه اتکر ارسال میکنه پکت رو به مبنای پروتکل آی پی از یک آدرس جعلی که ما تو وایت لیستمون، تو اکسس کنترلمون، تو اکسس لیستمون تصور میکنیم این آی پی لیست ما، حالی که جعل کرده. حالا آی پی آدرس جعلشو داره دموده شده، کم صورت میگیره. چی بیشتر صورت داره میگیره تو عملیات سایبری اینترنت؟ دی ان اس اسپوفینگ. آرپ اسپوفینگ هم داریم. آرپ چیه؟ خب اگر ما شبکه بلد نباشیم نمیدونیم آرپ چیه. حالا حمله شو نمیدونیم چیه. وقتی ندونیم نمیتونیم تکنیک پیاده سازیشو بلد باشیم، نمیتونیم امتازی رو انجام بدیم. میگه اتکر نفوذگر میاد چیکار میکنه؟ جعل میکنه مک آدرس رو، بالا آی پی رو جعل میکنه، پایین مک آدرس رو. مپ بین مک آدرس و آی پی رو پروتکل آرپ انجام میده، ترجمه مک آدرس به آی پی. آی سی ام پی اسپوفینگ مثلا یه ابزار خیلی قدیمی بود دیگه، الان اصلا استفاده نمیشه. چی بود خدا بذاریم؟ قابل قابل اصلا یادم نمیاد. آره پیدا کردم. کپی لینک نتفایوس. منظورت نتفایوس چیه؟ این کین ایبل رو ببینید، این وبسایت را کین ان ایبل.
داره میگه تولز ریکاوری پسورد، ولی ببینید چه تکنیکایی داره. آخرین آپدیتش هم 7 سال پیش 2014. مثال میخوایم بزنیم الان. شبکه کامپیوتری شما همتون کامپیوترتون یه آی پی داره، یه دی ان اس داره. سیمولیت اینا رو همه تو دوره سی اچ می‌بینید. کامپیوتر قرارداد کامپیوتری آی پی داره، سابنت داره، دی ان اس داره، گیت وی داره. من الان گوگل رو میزنم، وقتی دی ان اس داخل جوابگو نیست، ترافیک فرق میکنه، ارسال میشه به گیت وی. گیت وی چیه؟ فایروال سازمانمون، روتر سازمانمون. اونجا ترنسلیت میشه میره بیرون، جواب گوگل میگیره واسه من میاره. من وبسایتی که میخواستم تو گوگل پیدا کنم و پیدا میکنم، جوابش میاد. خب من میان ابزار کین انیبل رو تو سیستم نصب میکنم. قدیم الان دیگه با یه ویلن بندی جوری نمیتونم بگیرم، رو سیستم نصب میکنم. میام چیکار میکنم؟ اسکن میکنم چه کامپیوتری وجود داره. میخوام قهرود و ترافیکشو اسنیف کنم. به وسیله این ابزار به کامپیوتر قهرود میگم آقا جون گیت وی تو روتر نیست. میام آی پی کامپیوتر خودم رو به کامپیوتر قهرود میخورونم که آقا اون گیت وی روتر نیست، گیت وی اینه. اینا مبنای باند مک آدرس کار میکنه دیگه. از این بعد قهرود میخواد بره تو اینترنت، هر سایتی ترافیک سرچ میکنه میره تو کامپیوتر من میفرستم به اینترنت، اینترنت جواب گرفت، من از این ابزار جواب قهرود میدم. یه دیلی خیلی نامحسوس پیش میاد. اصل کار چیه؟ شما میشی اونی که داره قهرود این کارو میکنه، با قهرود این کارو میکنه، اون پسره، اون آقای، اون خانمه، اون سیستمه، ترافیک قهرود اسنیف میکنه. هر ترافیکی که کلیر تکست باشه، رمزنامه نشه باشه، پسورد تو جیب اون ابزار است. فکر کنه قهرود بس میشه به NTL، بس میشه به SMB سرور، FTP سرور، یوزر نیم پسورد میزنه. یوزر نیم پسورد تو جیب شماست. فکر کنه قهرود بس میشه به یه سرور SSL دیگه، SSL داره. یوزر نیم پسورد رمز میشود. یوزر نیم تو جیب اون ابزار، پسورد هم سعی میکنه بروت فورس کنه. میگیره پسورد اسم چهار سعی میکنه بشکونه. پس چه ابزار خطرناکیه؟ آی پی آدرس میتونیم جعل کنیم، آرپ مک آدرس میتونیم جعل کنیم، دی ان اس اسپوفینگ، اینا باز سرور سم دی ان اس، دی ان اس آرپ پویزنینگ اتاک. تو سیسکو خیلی تو خوب توضیح داده، نه سر سایت های دیگه. دی ان اس آرپ پویزنینگ اتاک میگه اون کامپیوتر آبیه کامپیوتر قربانیه. به جای اینکه ترافیک بره سمت سایت یاهو، ترافیک ارسال میشه به لپتاپ اتکر، اتکر میفرسته سمت یاهو. کدوم یاهو؟ یاهوی جل شده. آقا اینو من باید ببینم متوجه بشم. تو دوره 40 ساعته وقت بذار، دیر نیا چون قابل تکرار نیست، حجم دوره زیاده، صفحه‌هایی که تدوین کردیم، ابزاری که مد نظرمون استفاده بشه زیاده، برای همین اصلا غیبت نکن. آر پویزنینگ اتک مک آدرس رو جعل کرده. حالا این وسط شما میخوای بری سایت قولی دات کام، توی ویندوز اگه هستین، توی ویندوز درایو سی، ویندوز سیستم 32، من ویندوز سیمولیت بده که هرده رو بیان بر ساعت بیشفرد. اگه ویندوز نصب باشه سی، ویندوز سیستم تیو درایورز ای تی سی، برو داخلش. اگه ویندوزی هستی فایل هاست رو باز کن، با نوتپد باز کن. اون پایین میبینی که دوتا آی پی خورده، دوتا آدرس خورده. پایین نوته بیا بزن آقا مثلا www.https.yahoo.com یه آی پی بده. آی پی چی بده؟ یه سروری که وبیه و مشابه یاهو وردی بالا، به جای یکی از اوها صفر گذاشتی، یا به جای اوها دوتا صفر گذاشتی. این تغییر رو کامپیوتر شما بدن، شما سالی یاهو رو بخوای باز کنی، مستقیما از گوگل که نمیره سرچ کنه که، از دی ان اس خارجی سرچ نمیکنه. شما میخواید به ترافیکت بره تو اینترنت، تو رنج آی پی داخلی نباشه، شبکه داخلی نخواد جوابگو باشه، میاد چیکار میکنه؟ از کشت استفاده میکنه. برای همین تو حوزه هلپ دسکی و مشکلاتی پیش میاد، یعنی معمولا کش دی ان اس رو هاک میکنی، از کش سیستمت استفاده میکنه. میاد فایل هاست رو نگاه میکنه، میبینی که آدرس تعریف شده،
اگر تو کشت نباشه، تو فایل هاست نباشه، بعد میفرسته سمت روتر فایروال بره تو اینترنت بیاره. حالا اگه اینجا یاهو رو آی پی تعریف کرده باشیم، اتکر نفوذگر اینجا فایل نوت تو، فایل هاست تو ادیت کرده باشه، باز کنی سایت جعلی یاهو باز میشه، ایمیل پسورد بزنی، ایمیل پسورد دوجی به اتکره. تو چیکار کرده؟ جعل کرده دیگه، دیگه به اصطلاح پویزن کرده. حالا اون وسط هم یه سایت سیموله چبه یاهو باز کرده، یه فیشینگ هم انجام میده، دمش گرم، یوزر پسورد تو جیبشه. حالا اگر شما ابزاری مثل تریپ وایر انترپرایز کنسول داشته باشید، تریپ وایر وندوره مثل سیسکو، مثل ترنیکرو، مثل کسپر، 6-7 ابزار داره، با آی پی ایران باز نمیشه، باید وی پی ام بزنید. یکی از تکنیکاش اف آی ام. اف آی ام چه نوع ابزارهایی هستن؟ اف آی ام فال اینتگریتد مانیتورینگ. میگیم آقا به ابزار اوپن سورسمون، کرکمون، کامرشیالمون که تکنیک اف آی ام داره، تکنولوژی اف آی ام داره، میگیم آقا برو هش دروسی رو بگیر، هش نوت پد و هش فایل هاست رو داره. اگر فایل هاستت به غیر از خودت هست کسی دیگه ادیت بشه، نوتیس میاد که آقا این هش عوض شده، می چک میکنه خود این کارو کردی، ادمین این کارو کرده یا اتکر. پس امنیت یه ابزاری محصول نیست، چینه. چین آقا جلو آر پویزنینگ رو بگیریم خوبه؟ نه، این به چیزای دیگه هم ربط داره. پس خیلی مهمه اشراف بالا دستی و کلان داشته باشیم. مثلا ایزو 27001 آی اس ام اس ساعت شبکه کنترل یه بار نگاه کنیم بخونیم، اشراف کلان داشته باشیم. بریم مقاله یا کتابچه یا راهنمای سی آی اس ورژن 8 سی آی سکیورتی زیر مجموعه وزارت دفاع آمریکا دیودی رو دانلود کنیم، ببینیم چه کنترل امنیتی وجود داره. اشراف داشتن خیلی کمک می‌کنه تو حوزه موفق باشی، موفق باشی. بعد برو توی حوزه، برو توی زیر حوزه، برو توی ابزار، برو توی سیاست، برو توی استاندارد، عمیق شو. آقا پس آرپ و پویزن میتونیم بکنیم، آی پی آدرس رو میتونیم پویزن بکنیم، اسپوف بکنیم، دی ان اس رو میتونیم اسپوف کنیم. میگه آقا میتونیم ترافیک دی ان اسی که میخواد کامپیوتر قانونی، سرور قانونی سمت دی ان اس ارسال کنه، توسط حمله دی ان اس اسپوفینگ اتکر ریروت میکنه به یک دومین ملیشس، یه دومین دیگه. حمله فیشینگ اتک خیلی تو سازمانتون روی ایمان آوردید به خاطر بحث رنسانور. من کن یه ایمیلی برای من اومده، اولا اگه من تو سایت آمازون عضوم، نمیگه دیر کلاینت که بابا، دیر زهرا، دیر مریم گلی، دیر قهرود، دیری فاملی اسمی من دارم دیگه. دیر کلاینت یوزر یعنی چی؟ یعنی داره یه حجم ایمیل اسپمی رو، هرزنامه رو به همه دارن ارسال میکنن، چون اگه میدونستن به طرف ایمیل میزنن اسم فامیلش رو صدا میکردن دیگه. چی؟ اون بالا مگه آمازون میخواد ایمیل بزنه @.ca کانادا ایمیل میزنه .com دیگه. بعد دامنه رو نگاه کن، منیجمنت @ فلان. آقا بعد دیگه کلاهی مشکوکه، دامنه مشکوکه، نشانگر موس میبره رو لینک پایینی نگه میداری، میبینی یه سایت مزخرفه. خب این حمله یه فیشینگه. بعد دوره CSU بذاری، دوره آگاهی رسانی بذاری برای کاربرا. این که بگیم آنتی ویروس داریم و اسپم داریم و سیسکو میل داریم و سیمنتک ایمیل گیتوی داریم جلوشو میگیره، خیلی جوکه. قسمت اعظم آگاهی رسانی. ما الان ابزار ددیکیتی نداریم جلو اسپم رو به نحو احسن بگیره. هنوز هوش مصنوعی وارد حوزه ما به صورت حرفه‌ای نشده، که اگه شده بود دیتیل می‌داد این ایمیل محتواش غیر طبیعیه. کسپر آنتی ویروس شما که دیر کلاینت رو نمی‌خونه تشخیص بده، یا دامنه رو دابل چک نمی‌کنه، که چون فالسیش زیاده، خطاش زیاده. تای تاش نگاه می‌کنه کی از کجا ایمیل زده، این دامنه آی پی هر زمان زیاد می‌فرسته میاد تو اسپمت. پریویلیج اسکلیشن، ارتقای سطوح دسترسی، یا عمودی یا افقی، یا هوریزنتاله یا ورتیکاله. هوریزنتال در هم سطح، افقیه، هوریزنتال افقی، ورتیکال عمودی. قهرود و زهرا دو تا کارمند معمولی هستن، قهرود پوشه مالی، زهرا پوشه آی سی. من سطوح دسترسیمو میخوام ارتقا بدم با ابجکتیو استریم های زهرا. خب حمله از نوع چیه؟ پیلوج اسکلیشن. کدومش؟
هوریزنتال افقی. من میخوام سوتوی دسترسی قهر بکنم ادمین روت. حمله چیه؟ پیروز اسکلشن از نوع ورتیکال. آقا سیمولیت و کار و تست تو لابراتوار انجام میشه. بازم تاکید میکنم اینا رکورد نخواهد شد. تیکل 40 ساعته حتما باشید. پاسورد اتک چقدر تکنیک داریم؟ یکی دیکشنریه. میبینی اگه داری هکر میخرن تو اینترنت ریخته تی دو آرفک وجود داره، یه سری ابزار خودشون دیکشنری اتک دارن. آقا یعنی چی؟ یعنی ابزار میارن بالا میگم یوزرش قهرود مثلا آندلان علیرضاست، پسوردشو برو به ابزارم میگم برو از این فایل تکستی که آپلود کردم همه دونه دونه چک بکن. پسورد پاپولار رو میذاریم توی فایل میشه دیکشنری اتک. به ابزارمون میگیم آقا احتمالاً پسوردش یکی از ایناست. اگر پسورد شما تو دیکشنری پیدا نشه خب به راحتی جلوی این حمله رو گرفتی. دیکشنری اتک حمله لو لولیه. بروت فورس. بیایم از آی پی آی مختلف بگیم آقا یوزر قهرود اینه پسورد رو نمیدونیم. N فاکتوریل 100 میلیارد برو پسورد. اعداد و حروف و اینا بذار بغل هم، یه معادله است دیگه. 100 میلیارد پسورد. برو علی علی برو تست کن. که چیکار کنی؟ کرک کنی. آیا تو حمله بروت فورس پسورد به دست می آید در کنترل امنیتی نباشه؟ بله 100%. حالا ممکنه یه سال طول بکشه، ممکنه 150 سال طول بکشه، ممکنه 2 روز طول بکشه. این تصویر نگاه کنید من براتون بفرستم. ایمیل ایمیل کدوم عکس واضحه؟ این عکس واضحه، سایتش درست درمونه، مشکل نداره، مشکل داره وی پی ان میخواد. این عکس چطور؟ ماشاءالله، یعنی هر سایتی میریم به وی پی ان باز نمیشه، یا اینا بستن یا اونا بستن. خب انشالله اگه این باز بشه خب کپی دوستان لینک رو باز کنید. این ابزارهایی که معرفی میکنید دوست داشتید توضیح هم راجعش بدید. اوپن بال که یه دونه اوپن سورسه. سایت باز کردید؟ سایت باز باشی بیا پایین پایین یه عکس میبینی، یه جدول میبینی. دیدین دوستان؟ اگر دیدین یه بازخورد بدین. خب عکس نوشته آقا پسورد اگر 10 کاراکتری باشه، فقط عدد باشه در جا، پسورد تو جیب هکری بخواد حمله بروت فورس کنه. اگر فقط از ورود کوچیک استفاده کنی 58 دقیقه. 10 کاراکتری رو میگم دیگه، چون اول نامبری از کاراکتری پسورد ما 10 دارم میگم. 10 ستون اول. ببین ستون دوم اگر 10 کاراکتری باشه، عدد باشه در جا. اگر حروف کوچیک باشه 58 دقیقه. اگر شامل حروف کوچیک و بزرگ باشه 1 ماهه. اگر شامل حروف کوچیک و بزرگ و اعداد باشه 7 ماهه. اگر پسورد پیچیده باشه 10 کاراکتری باشه 5 ساله. ماکسیموم ها بالاخره تو این 5 سال به دست میاد. به نظر شما کدوم پسورد حداقلی مناسبه که سختی هم برای کاربر نشته باشه؟ استاندارد داره میگه 14. 14 ستون 1 میگه فقط عدد باشه 41. 51 سال اگر فقط حروف کوچیک باشه. 800,000 سال، 9,200,000. اینا که داره میگه به این معنی نیست که آقا 51 سال طول میکشه پسورد شما هک بشه. میگه پسورد هر آدمی که این تعداد کاراکتر رو داشته باشه با این صفت رو ماکسیموم تو این قطعه میکشه. برای ماکسیموم میگه
میگه شما همون 10 دقیقه اول هک بشید. داره ماکسیموم میگه. حالا اگر پسوردت 14 کاراکتری باشه و شامل حروف کوچیک، بزرگ، اعداد، علائم خاص، چقدر 14200 میلیون ماکسیمومه. بس خیلی خوبه. آیا این امن؟ نه. گفتیم پسورد پیچیده کامپلکس، پسوردی که شامل حروف کوچیک، بزرگ، اعداد، علائم، کاراکتر خاص باشه. درست صفت هم اضافه کردیم. صفت 1 یا 6 آقا تو دیکشنری پیدا نشه. صفت 2 7 هر سه ماه یه بار عوض کنیم. به پسورد پیچیده میگیم که الان پسورد رو بگیم، بگم این چه چیز مسخره، این معنا نداره، تو دیکشنری پیدا نمیشه. تو پسورداتون نیان 14 کاراکتر بذارید شامل حروف کوچیک، حروف کوچیک، گروه بزرگ، اعداد، علائم، کاراکتر خاص. بعد بگم چیه، بگی 1 2 3 4 QWE. اینجوری این پسورد پس درست نیست. راندوم باشه. 1 2 3 4 که پویسر همه. آقا یادمون میره. آقا پسورد یه سرچ، یه شعر حافظ رو حفظ کن فارسی. بیا میخوای پسورد ست کنی رو لیبل کیبوردت که فارسی خورده به صورت فینگلیش تایپ کن. تو ذهنت هست همیشه دیگه. حالا بیا مصرهای اولش، کلمه اولو، حرف اولش بزرگ بگیر، نمیدون حرف آخر بزرگ بگیر، تش یه سال بذار، اولش یه سال بذار، اون وسط هم یه اسپیس و یه الله دلار هم بذار. به راحتی میتونی پسوردتو تو ذهنت نگه داری که شامل حروف کوچیک، بزرگ، اعداد، علائم، کاراکتر خاص باشه. حداقل 14 کاراکتر. و یادت هم نره دوستان دیگه صدای من قطع و وصل میشه یا نه. اگه همه قطع و وصل میشه که خب مشکل از سمت من یا پلتفرم. اگر نه یکی گوش درست میده یکی قطع و وصل میشه، خب سمت خودتون. آقا پس برای پسورد این 5 تا صفت رو رعایت کنیم. یه خانم مهندس من تماس گرفت شرکت فلانی، آقا ما شما رو میشناسیم، پولم نمیدم مشاوره بگیرین، بودجه نداریم چیزی بخریم، چیکار کنم؟ من پسورد چند کاراکتری؟ گو 8. گو همین الان برو، همین الان برو بکنه 14 کاراکتر. صدای یوزرم در اومد، بگو هر کسی ناراحته بشه مدیریت. مدیریت گفت این کار کاری رو شما ریسک قبول میکنیم، خدا به درت بیاموزه. اصلا پسورد نداشته باشیم، پسورد رو برمی‌دارم. مستند بگو ریسک قبول میکنید دست مدیر عامل، دست مدیر بالایی. پسورد باید 14 کاراکتر باشه. آقا یوزر ها سختش رو نداریم. اگر مدیر بالا سری، نه مدیر آی تی، اینا اون کسی که استک هولدر زینف مدیر ارشد ساپورتیو و قبول میکنه ریسک، اوکی. پسورد رو اصلا حذف کنید. یوزر ها بدون یوزر این پسورد لاگین میکنن. چه کاریه؟ دیگه چیکار کنم؟ آقا آر دی پی رو ببند. آقا دیگه چیکار کنم؟ امنیت زنجیره است. سیاست گذاری کنیم پسورد سه بار بد خورد، لاگ بیفته، آی پی طرف لاگ بیفته، سیستمش لاگ بیفته، اس ار ایش لاگ بیفته، مخارجش لاگ بیفته، سیستم لاگ بشه، زنگ بزنه به ادمین که ادمین رصد کنه که کسی نمیخواد حمله کنه. اون وزارت کشوری که مثال زدم چی بود؟ همینه دیگه. کسی سیار پسورد بعد میزنه احتمالاً ترافیک مالیشیز اینترودر دیگه. سیاست گذاری میکنم بعد سه تا بعد پسورد زده شد لاک بشه اکانتش. یا اگه هوش امنیتی داشته باشم این تسکیه جنریت بشه، این کار بکنه، تیکت ثبت بشه. ایدئال سوار اس او سی اس اس او ای آر ایدئال شده انتخاب میکنیم. یعنی کلی کار ما میتونیم انجام بدیم. دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ پسورد پیچیده کنیم، سیاست گذاری کنیم. بعد تو تعریف سیاست بگیم تا 20 پسورد قبلی نتونن استفاده کنن. تو بان این لینوکس دیگه چی؟ سایت استاد سایت نیست، میگه پسورد کامپلکس فقط کافی نیست. آقای محمد رضا متوجه منظورتون نشدم، یه لینکی فرستادی من چک بکنم. اینم ببندم. سوار چیه؟ سوار سکیورتی اورکستریشن اتوماسیون اند ریسپانس. میگی مثل موسیقی میده گوش بدی، یکی داره رهبر ارکستر مدیریت میکنه، میگه ساختار یافته است، اتوماتیک، در قالب چی؟ پاسخگویی به حملات. مثلا اسپلان سوار داره، ابزارهای سرد پارتی داریم که سوار ساپورت میکنن. نیست پسورد گایدلاین و بست پرکتیس برای 2020. داره میگین آقا پسورد پیچیده کامپلکسی کفایت نمیکنه.
خب منم هم همه دارم میگم دیگه، پسورد پیچیدگی کفایت نمی کنه. اصلا پسورد امن نداریم، پسورد امنیت نسبیه، پسورد امنی هم نداریم. ما سعی میکنیم پسورد پیچیده استفاده کنیم، دوره ای عوض کنیم، تو دیکشنری پیدا نشه. تعریف میکنیم تو اکتیو دایرکتوری تا 24 تا رو پسورد قبلیشو دوره ست نکنه. خب یه تکنیکای دیگه هم هست، بحث تریپل ای و هشش نگهداری بشه نشه، ریورت بشه نشه. خب انوال دیتکشن انجین هم که این بحث انجین دیتک کردن دیگه، که معمولا یوزر با چه مکادرسی با چه آی پی داره لاگین میکنه، ترافیک مالیشیز، آی پی سالم سالم نیست، رفتارشناسی دیوایس دیتکشن، ایمیل دیتکشن. خب اینا تکنیکه دیگه. بله محدودیت گذاشتن پسورد، بعد پسورد هینت استفاده نکنه، مالتی فاکتور. بله خب این داکیومنت نیست، داکیومنت خیلی خوبیه برای اینکه از تمام کنترل ها و روی کرده پسورد نسبتا امن یا حداقل امن استفاده کنه. میتونید این داکیومنت رو بخونید. مرسی محمد جان، عالیه. البته این داکیومنت ها از سایت خودش بخونید نیست، سایت دیگه نه. بله حسین جان، سوار اسپلانگ فانتوم غیر زالک. این سرویس نه، من دموشو گرفتم برای سازمان، با اینکه سرویس ما ایرانی نمیداد برام جذاب بود. با بقیهش صرفا خوندم، کار نکردم. تو ایران رو نمیدونم اومدن یا نیومدن. این داکیومنتی که محمد رضا گفته سرچ کنید نیست. پسورد سکیوریتی بخونید، تو سایت پیاسازی کنید. جدا از اینکه پسورد کامپلکسه، برید سمت مالتی فاکتور او تی پی. آقا الان ایست برای 1000 تا کاربر 200 میلیون میلی میخری که وقتی قهرود وی پی ام زنه به سازمان و پسورد پیچیده‌اش، پسوردی که 16 کاراکتر بعد باشه سه ماهی رو عوض کنه، این موضوعات میاد از تکنولوژی ابزار ایست او تی پی یا تو فاکتور ایست، همین آنتی ویروس ایست خودمون یه محصول داره، رمز تو گوشی جنریت میکنه، این رمز رو میزنه تای پسوردش رو وی پی ام لاگین میکنه. اینجوری سطح امنیتش میره بالا. اگه کسی پسورد قرار رو دیتک کرد، کرک کرد، ریورس کرد، او تی پی منو که نداره، نمیتونه لاگین کنه. حالا برای همه بعد این کارو بکنیم، برای هر کسی که دسترسی به اطلاعات خاص داره، مهم داره. اگه محدودیت نداری چرا که نه. آقا برای تعدد لاگین چی کار کنیم؟ 1000 سامانه داریم، هر سامانه یه یوزرنیم یه پسورد. آقا SSO سینگل ساین این، سینگل ساین آن، یعنی توی تکنولوژی توی بستر احراز هویت کاربر احراز شد، تیک خورد، با توجه به تعریف آبجکت مخالف تو تایر سامانه هایی که تی اون موقع که احراز شده قطعی لاگین کنه، نیازی بدانه پسورد نداره. چه زحمت با ارزشی کشیده حسین جان، گفتن نمیخوان. حالا اینکه شما این اووردی بالا کارمند اونجا هستی یا مشاور نمیدونم، خب چرا نمیخوان؟ مگه پول مد بدن؟ این نخواستنشون برای من جالبه. چرا نخواستن؟ چرا استفاده نمیکنن؟ واقعا ناراحت کننده است. واقعا ارزشمند میگن سخته. حالا من کار نکردم با این تکنولوژی رو فیلی اسی چرا سخته، بلن جاج نمیتونم بکنم. آقا بروت فورس داشتیم، دیکشنری اتک هم داشتیم. مرسی آقای اسکندری. فقط بچه ها نه تو سایت های این که پسوردتون هک شده یا نه، پسوردتون لیک شده یا نه، یا ایمیلتون این کارو کنین. صرفا سرویس های رایگان نیست، آی پی شما رو میگیره، زنه شما رو میگیره. حواستون باشه سرویس جاسوسی اطلاعات، اگر نهاد دولتی نه هستین حواستون به موضوع باشه. یا یعنی اینکه سایت هایی که میگن پسورد قوی یا قوی نیست، سرویس فری بهت نمیده. شما داری تست میکنی، اون واس قبلش داره چیکار میکنه؟ آی پی شما رو ذخیره میکنه، اون پسوردی هم که به نظر خودت تست کردی که امن نیست یا امن هست و میگه آقا ایرانی داره از این پسورد استفاده میکنه، میام میفروشم به چی؟ به اینا که میخوان بروت فورس بکنن یا دیکشنری اتک بزنن، این دیکشنری ها رو میفروشن. حواستون به اینا باشه. آره دیگه متاسفانه کالچرش تو کش به همه جا دنیا موضوع هست، فکر نکنید فقط تو کشورمون هست نبوده کالچر کارمندان. حتی کالچر مدیران تو خارج کشور هم اینجوری همه برخط نیستن امنیت بخونه. این موضوعات
چالش هایی که بین‌المللی حال تو کشور ما تشدید داره. من یه لیوان آب بخورم الان برمیگردم. رسیم جدول رینبو تیبل. هر کسی از دوستان سوال داره وایس روشن میتونه بپرسه. جدول رینبو تیبل بعد دیکشنری رو گفتیم، بروت فورس رو گفتیم که دیکشنری دیگه اون پسوردی با دیکشنری بخوره که دیگه پسورد نیست. بروت فورس هم گفتیم. رینبو تیبل ببینید، من قهرود به جای اینکه بیام یوزر پسورد ادمین اکتیو به دست بیارم چون باید فایروال بایپاس کنم بیام داخل شبکه یا با لینک آلد یا متد مختلف این کارو بکنم، چون دایرکتلی نمیتونم پسورد ادمین رو در بیارم، میام چیکار میکنم؟ یکی از سامانه های سازمان میزنن، از اون سازمان از اون سامانه میام تو، میبینم مثلا لپتاپ مدیر عامل به دومین وصل نیست، لوکاله و اکتیو هم دارن، میام چیکار میکنم؟ میام لیست پسوردهایی که با اکانتی که تو اکانت توی لپتاپ مدیر عامل تو فایل سم ذخیره میشه رو استخراج میکنم. گفتیم فایل سم یوزرنیم پسورد کامپیوتر لوکال ما رو ذخیره میکنه دیگه، شامل یوزرنیم پسورد هش شده یا انتی دی اس اکتیو یوزرنیم پسورد با یه تکنیک هش میشه. میام اینو چیکار میکنم؟ اون مخزن یوزرنیم پسورد که رمزنگاری شده توی سامانه تو سیستم در میارم، میذارم تو سرش، اون فایله که یوزرنیم پسورد ما رو هش کرده چی توف میکنه؟ یوزرنیم ما رو توف میکنه و پسورد رمز شده. من با پسورد رمز شده میتونم لاگین کنم؟ بله، یه تکنیک میتونم لاگین کنم. حالا تو دوره سیش راجع به این موضوع صحبت میشه، کار با ابزار. پس نیاز نیست پسورد حتما داشته باشی، یا مثل اون ریپلی اتک ترافیک رو فراخونه میکنی، نیاز نیست پسورد شما رو داشته باشه. خب نگاه کنید، فکر کنید من هش یوزرهای سازمان شما رو درآوردم، میبینید همینه دیگه، دیتابیس رو گرفتم، پسورد اینه. پسورد چیه؟ کلیر تکست هشه. نوشون چیه؟ MD5ه. نگاه کنید سال 2010 31 هفت اولیه ستون از چپ ستون 1 2 3 4 5 از راست ستون 2 از چپ ستون 5 استارتد فصل 2 میگه 31/7/2010 ساعت 5:28:47 من سعی کردم این 8 رو دیکد کنم. تو همون تاریخ 31/7/2010 5:43 28:43 فرق چقدره؟ 15 دقیقه تونستم 8 رو دیکد کنم. آقا چجوری تونست؟ بس میگیم جدول رینبو تیبل. میایم این دیکشنری اتاکو میبینید؟ همه این کیل واژه‌ای که فکر می‌کنین پسورد 8 رو می‌گیریم توی اکسل می‌ریزیم. 100 میلیون پسورد حتی رو به روش هش MD5، رو به روش هش شاوانش، رو به روش هش D56، انزا هش رو میگیریم. وقتی من هش یک پسوردی به دست، هش یه اکانتی به دست میارم، هش پسوردشو میام تو اون اکسل سرچ میکنم، یعنی هشی وجود داره یا وجود نداره. اگه هش وجود داشت یعنی پسورد تو جی منه، بهش میگن جدول رینبو تیبل. حالا اگر پسورد شما پیچیده باشه آیا میتونه به پسورد برسه؟ بله میتونه هشو دیکد کنه. بله زمان بره، برای همین میگیم پسورد پیچیده رو آقا تو بازه زمانی کوتاه عوض کن. هیچ پسوردی امن نیست. حتی اگر سامانه شما اکتیو شما 100 تا کاراکتر هم ساپورت کنه، 100 تا که نه ساپورت نمیکنه، 100 تا کاراکتر هم پسورد داشته باشی، باز قابلیت هک کرکش وجود داره. پسور اتک، بروت فورس، دیکشنری، رینبو تیبل، سوشال انجینیرینگ، اس ای، مهندسی اجتماعی، مهندسی اجتماعی تکنیکی است که سعی می شود با فریب افراد، از اون افراد فریب خورده ناآگاه اطلاعات استخراج بشه. تو کلاس یه سازمان مهم، آقا کلاس مدیریت امنیت، خب دوستان آنتی ویروسی دارین؟ همه اکسلا کسبر. خب هیچ، من تیغ زیر گلشون گذاشتم، کلت کشیدم، زورشون کردم. درست مبنا اعتماده، ولی نیازی به این مدرسه که پس آنتی ویروس چیه؟ چه لزومی داره؟ مگه مشاور امنیت شماست؟ مگه NDA اینجوری امضا کردی؟ مگه قرارداد داری؟
تو آسانسور مهندس این امتحان هر چی داده ایزاکا از ایرانی ها سخت میگیرن. میگم راهنماشو برات میل میکنم، ایمیل سازمانی تو بده، داخل راهنمای پی دی اف کد آلوده اینجکت میکنه. حالا اگه سیستمش دیتک نکرد سیستمش اختیار منه. فریب به زور بود، تکنیک دیگه، تکنیک مهندس اجتماعی. حالا تو مهندس اجتماعی 100 نوع متد داریم. یکی از مهندس اجتماعی تعریف کلانیه که یکی از کارهایی میتونیم بکنیم پسورد رو به دست بیاریم، مثل سامانه فیشینگ، رمز آبرو بانک شما رو میبرن، رمز اینترنت بانک شما رو میبرن. آقا هایجک کامپیوتر قربانی تو وب سرور، اتکر میاد چیکار میکنه؟ هایجک میکنه. این چه فرقی با MITM و ریپلی اتک داره؟ MITM میره داخل ترافیک بین نود یک نود دو، اسپیف میتونه بکنه، اسپوف بکنه، ترافیک هم بخوابونه. گفتیم ریپلی اتک چیکار میکنه؟ فراخونی میکنه سیشنو، میتونه تغییر هم بده سیشنو، الزاما فقط اسنیف و فراخونی نیست، میتونه مودیفای هم بکنه. حالا هایجک چیه دوستان؟ همون سایت چک یور پد پس صدا رفت. هایجک چیه؟ از این تصویر چی برداشت میکنید؟ دوستان مشارکت بفرمایید. ریل تایم اول استیف میکنه ترافیکو، اول استیف میکنه ترافیک، کنترل سیشن رو به عهده میگیره، استیف و سیند دیتا. داره ایسی رو میدازه دیتا های جک دیگه، درسته؟ دوستان سوالا تو خطی نپرسین که تو کپچر بیفته. بعد هایجک مدل مختلف داره، سیشن داره، ام آی تی هایجک داریم، مرورگر داریم، کراس سایت ان فاکتوریال، نو هایجک حمله داریم. من فکر می‌کنم چیزی که تو عکس داره نشون میده هایجک سیشن آره هایجک که فرض رو برمی گیریم که مثلا یکی سیشن آر دی پی باز کرده به سروری، بعد سیشنش رو نمی‌بنده، صرفا زب در رو می‌زنه می‌بنده اون تصویرش رو. بعد اتکر میتونه همون سشن آر دی پیشو هایجک کنه و ادامه بده، مثلا آر دی پی که به سرور زده شده. مرسی مهندس، ممنون. یه مثال دیگه اینه که یه کسی به سامانه تحت وب وصله، لاگین کرد، داره دسترسی داره به یه سری اطلاعات مهمش. ما با سشن هایجک به وسیله میتونه مرورگر کوکیاشو میدوزیم، سشنشو میدوزیم و به جای کاربر چیکار میکنیم؟ ایراد هویت رو انجام میدیم. حالا این وسط کامپیوتر مهاجم بین وب سرور و کاربره. پس این حمله یک مقدار مشابه حمله MITM، یک مقدار مشابه حمله یا ریپلی اتک، یعنی اوورلپ وجود داره. ولی خب با چه ابزاری، در چه جهتی، چی به دست میاریم، این مساق اون تعریف حمله است. اگر ترافیکو اگر الان همین الان سیشن هایجک و اتک بزنی 100 تا سایت میاد، کسب، سوفو، سیسکو، من چند تا نگاه میکنم خیلی کاملتر از من و اسلاید من تشریح کردم با ویدیو حتی. میام هایجک 10 و 20 و 15 و هایجک داریم، مرورگر دی ال ال، یه سری هاشو تو کلاس سی اچ سیمولیت میکنیم ببینید، وقتی ببینی برات قابل درک تره. خب حتی میتونه کیل رمزگاری رو بدوزه، بیاد با اون کیل ساین بکنه، خیلی متد وجود داره. خب سوفو ببندیم، ترنیکرو رو ببندیم، این هم ببندیم. چقدر سایت باز کردم برات. بیشتر حملات رو کلاینت سایته. چرا؟ چون همه تکرها میدونن بالاخره سازمان یه فایروال، یه پچمن، یه چیزی داره. واقعا باید پس کردن این فایروال حتی با کانفیگور بشون کار راحتی نیست. حالا اگه فایروال درست اینو شده باشه که خب سخت‌تر میشه.
چرا کلاینت سایت جذابه؟ چون پیدا کردن آسیب پذیر سمت سرور ها سخته دیگه، حداقل یه فایروال چیزی اون وسط هست دیگه، سازمان دیگه چیزا نداره دیگه، اونو فاجعه ان. بیشتر سازمان های انترپرایز بالاخره یه آی پی اس یه فایروالی داره. تنو مساق از کلاینت سایت اتک، اتک برنامه مرورگر، اتک برنامه اپلیکیشن، مهندسی اجتماعی. من میگم که بیام فایروال فورتیگیت شما با آی پی اس و اون همه هزینه کردی دور بزنم، به رئیس دفتر مدیر عامل میل میزنم، به وسیله مهندسی اجتماعی تغییرش میکنم بیاد روی لینکی که دارم میگم، مثلا مانتو، مثلا نسل نوین مانتو هر خانوما، چه میدونم لباس دکولته آبی ساخته مثلا طراح ایتالیایی برای خانم دیگه، خیلی خانم اینو براشون جذاب دیگه، همین کلیک میکنه تموم شد رفت، رفت دکولت آبیه رو ببینه سیستم آلوده شد. آیا فایروال متحرک کنم؟ نه. پس کلاینت سایت جذابه. چرا؟ چون به راحتی با یه تکنیک میتونی ترغیب کنی کاربر رو کلیک کنه، بعد افزار نصب بشه، رنسامور نصب بشه و موضوعاتی از این دست. بستگی داره دیگه، بستگی داره. بعد سناریو رو ایجاد کرد. این سناریو رو تو CEH اون چیزایی که نظر اون پرکتیکال انجام میشه، اونایی هم که سوال داشتی حتما قابل انجام بود، سیمولیت میشه که براتون قابل درک باشه. خیلی از مفاهیم مفهومه، باز استاندارد و کانسپت ها اوکیه، ولی این حملات رو تا نبینی درکی ازش نداری، اون موقع تازه تعریفی تو ذهنت میشینه. گفتیم مهندسی اجتماعی خوش کاتگوریه، تعریف چیه؟ آرت، هنری از اقوا یا فریب مردم به انجام دادن یک اکشنی در جهت لو دادن اطلاعات محرمانه است. تموم شد رفت. آقا مهندسی اجتماعی هنر دادن آدم ها به جهت این که کاری بکنن که تو میخوای که منجر به لیک اطلاعاتی اون سازمان بشه و شما رو تو این حمله دارن همراهی میکنن. آقا مهندسی اجتماعی از نوع فیشینگ، مهندسی اجتماعی از نوع تیلگیتینگ، هواکس، وایلینگ، امپرسونیشن، دامبسا دایوینگ، شولدر سورفینگ، بریم باز کنیم این رو. فیشینگ، فیشینگ سعی میکنه اطلاعات حساس شما رو بدوزه. اجتماعی داریم یک نوع تکنیکش فیشینگه. وقتی لینک میاد، لینک سایت آمازون، این چه تکنیکی؟ مهندس اجتماعی اصلا نوعی فیش، هم یک کلیک کردی اگر یه سامانه باز بشه مثل آمازون، تو یوزرنیم پسورد رو بزنی تو جیب هکره، اگر یک ایمیلی برای شما بیاد، اونو الان فکر کنم نشون بدم بعد میساره، بزنی تموم بشه. او 54 صفحه است. بزن تا یه سری حملات رو بریم، بعد اون چیزی که مد نظر این رفت داره نشون میدم. وقتی یک ایمیلی میاد که آقا بیا پسورد عوض کن، کلیک میکنی یه سامانه باز میشه به سامانه خودمون، میگه یوزرنیم تو بزن، پسورد الان تو بزن، پسوردی که میخوای ست بشه جدیدو بزن، اتوماتیک یوزرنیم پسورد در اختیار هکره. پس مهندسی اجتماعی فیشینگ. آقا راهکارش چی؟ ابزار داریم. آقا آگاهی رسانی قسمت اعظم ریسکا رو کاور میکنه، دنبال ابزار خاصی نباشی، ولی آنتی اسپم و آنتی ویروس و اینا کمک کننده هستن. شولدر سورفینگ، این خیلی مهمه، اینو بگ نکنین مهم نیست. کیس داریم سازمان وزارت خونه، یه جمعوری اطلاعاتی مثل پسورد گین کردن به دست آوردنش، کدای امنیتی و غیره با دیدن آن از روی سرشونه. پس جلوی کسی نزن. توی سال تو پلیس فتا پرونده ها رو اومدن رودکاست آنالیز کردن، قسمت اعظم این پرونده های دزدی به واسطه آدم های دوربرمون بوده، خواهر، برادر، دوست، حالا نگیم همسر چالش بشه، آدم های دوربرمون. بچه طرف دیده باباش پسورد میزنه دیگه، رفته خرید کرده، سفارش داده. از پسورد رو جلوی کسی نزن، سیمپل. میری شال بخری، میری اموات توی اتوبان سرد بخری، پسورد رو به کسی نگو. فروشنده بی شخصیته، بی شوره، شخصیت نداره، آگاه نیست، بادی بیلدینگیه، بادی پیش بیش میگم بادی بیلدینگ، دروش اندام، حوصله چالش نداری، کارتتو گرفتی بیا بیرون عوض کن. موندم چی بگم والله، خیلی مهمه. آقا ما نمیتونیم فرهنگ سازی کنیم یه نفره دادی انبه یه کشید پسورد و گفتی سریع برو پسورد رو عوض کن. بابا 3000 تومن 400000 تومن ریدره، کارتو میکشه، اطلاعات کارتو میگیره، پسورد هم شما میدونه، تموم شد رفت. میره مشابه کارت میسازه، میره دم ATM به راحتی 400000 تومن میگیره، پولم میزنه به کارت بدبخت روستایی، از اون کارت میره خرید میکنه، حالا شما دنبال پولت بدو. آخرش کیو میگیرن؟ اون پیرمرد بدبخت روستایی که بهش گفتم بیا اطلاعات بانکی تو بده حساب باز کنیم، ما 1 میلیون بهت میدیم.
تا مثل دایوینگ شنا یا خرقلت عامیانه برای برای خنده بگم خرقلت تو سطح آشغال قواسی شنا توی سطح آشغال آقا چراکارش چیه اطلاعات مهمو پرینت نکن اصلا آقا پرینت نکن پرینت کردی از بین ببر با کاغذ خودکنه استاندارد تازه با کاغذ خودکنه استاندارد هم این کارو میکنی قابلیت اینو داره اون آشغال رو بغل هم بذاری کاغذ خودکنه هم تکنولوژی جدیدی دارن خیلی اطلاعات تو کشور ما به واسطه همین لیک شده آتیش بزن حالا تو سازمان که نمیشه واقعا آتیش زد بله آتیش زد شاید توی سازمان این تکنیک استفاده کنن یه قسمت رو گوشن این اطلاعات رو آتیش زدن آیا کاغذ رو خورد میکنن برمیگرده ازش استفاده کنیم برمیگرده ولی اگر آتیش بزنی آیا برمیگرده نه سوال ایهای وجود نداره؟ نه سوال نرفته سوال ابهام خیلی خوب دوستان ساعت 10:40 است 10 دقیقه رو به سرعت بکنید بعد برمیگردیم